بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام بر شما. رزمایشی با موشک‌های بالستیک با غرش ده‌ها فروند موشک برد بلند، میان برد و کوتاه برد، مرحله اصلی رزمایش پیامبر اعظم هفت آغاز شد. همه این موشک‌ها به سمت پایگاه شبیه سازی شده در جنوب کبیر لود شلیک و دقت در هدفگیری ارزیابی شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه از آزمایش جدیدترین موشک بالستیک رادارزن در آینده نزدیک خبر داد. اینجا قلب کبیر مرکزی ایران. امروز چشم همه کارشناسان نظامی در رزمایش موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اینجا دوخته شده است. این نخستین باری است که گروه خبری صدا و سیما با توجه به اهمیت موضوع وظیفه‌اش استقرار در نزدیکی موقعیت اصابت موشک هاست. رزمندگان اسلام با توجه به موقعیت جغرافیایی، نحوه استقرار و انتخاب محل، یکی از پایگاه‌های مهم و استراتژیک نیروهای فرامنطقه‌ای رو در دل کبیر همونطور که مشاهده می‌کنید شبیه سازی کردند. بر اساس آخرین مختصات واقعی پایگاه های دشمن این هدف سازی صورت گرفته. قرار هست تا دقایقی دیگر تمام موشک ها پس از شلیک این پایگاه رو با خاک یکسان کنند. حتی اون هدف بزرگی که شما میبینید نقطه‌ای در درون اون مورد اصابت قرار خواهد گرفت. از شعاع نیست، نقطه. در پرتاب‌های امروز موشک‌های شهاب 1، شهاب 2، شهاب 3، موشک‌های فاتح 110، موشک‌های تندر، موشک‌های زلزال از جمله موشک‌هایی بود که شلیک شد. یادی هم بکنیم از شهید تهران مقدم. همه اونایی که امروز این شلیک‌ها رو انجام دادن جز شاگردای حاج حسن مقدم بودن و این موشک‌ها در واقع جز ایده های ایشون بوده که امروز به محصول تبدیل شده. ما خب امروز دیگه ایده های مقدم رو تبدیل داریم به محصول میکنیم. ما دیگه دنبال کپی سازی و استفاده از ایده های بیگانگان نیستیم. اگر خطری تهدید کنه ایران، انبوهی از موشک ها بر سر دشمن خواهد ریخت. هر راهی ما بر این اساسه که اونها بیش از 35 پایگاه منطقه‌ای دارن و رژیم صهیونیستی هم که به خودی خود تعداد زیادی هدف برای ما محسوب میشه. ما طوری پیش بینی کردیم که برای هر پایگاه به تعداد موشک و پایگاه آماده داشته باشیم که در گام اول بتونیم اونها رو کاملا نابود و ناکارآمد بکنیم. گزارشی رو که براتون از مناطق مختلف رزمایش پیامبر اعظم هفت تهیه کرده بودیم دیدید. اگر مایلید اطلاعات دقیق تری درباره موشک‌های شلیک شده امروز داشته باشید، حدود 2 دقیقه رو به دیدن ادامه گزارش اختصاص بدید. امروز 3 نسل موشک بالستیک شهاب، یعنی معروفترین، هوشمندترین و قدرتمندترین موشک‌های ایرانی در رزمایش با موفقیت پرتاب شد.
شهاب یک که حدود 300 کیلومتر برد داشت، شهاب دو که اهدافی در عمق 500 کیلومتری رو میتونه هدف بگیره، و شهاب سه با قدرت تخریب بسیار بالا و برخورداری از کلاهک سنگین که هیچ هدفی در دایره عظیمی به شعاع 2000 کیلومتر نمیتونه از آتش مهیب و ویران کنندش در امان بمونه. برای اینکه قدرت شهاب سه یه مقدار به ذهنتون نزدیک بشه، به اطلاعتون میرسونم که این موشک بالستیک دورزن در لحظه انفجار بیش از 1000 کیلوگرم TNT رو در اعماق هدف منفجر میکنه. شهاب‌های ایران با هزاران پایگاه روزمینی و زیرزمینی هر بدتینتی رو که از فاصله دور و نزدیک به این آب و خاک چشم طمع داشته باشه واقعاً پشیمون میکنه. موشک قیام از دیگر موشک‌های بالستیکی بود که با برد مفید 800 کیلومتر و قدرت سهمگین در رزمایش امروز نمره بسیار خوبی گرفت. قیام در هر شرایط جغرافیایی و آب و هوایی قابلیت پرتاب داره و به همین علت جزء موشک‌های به اصطلاح همه کار است. فاتح 110 سری سوم هم امروز با دقت تمام و قدرت هدفزنی نقطه‌ای مأموریتش رو به خوبی انجام داد. فاتح 110 هم هوشمنده و هم دارای سیستم کنترل، به همین خاطر هر هدفی رو تا شعاع 300 کیلومتری با دقت ویژه منهدم می‌کنه. زلزال موشک فرز و چابکیه که با برد 270 کیلومتر جزء موشک‌های برد کوتاه محسوب میشه و سیستم هدایت بسیار پیشرفته‌ای داره. زلزال هم امروز در انهدام اهدافش کاملاً موفق بود. و بالاخره موشک زمین به زمین تندر که با شعاع عملکرد 200 کیلومتر، قدرت پرتاب پی در پی و لانچرهای متحرک عملاً امان هر دشمنی رو میبره. همیشه موفق باشید همچون شهاب و زلزال و تندر و قیام و فاتح.